رضا داوود نژاد بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل آرزه پیوند کبد در همه فروردین سال 1403 در 43 سالگی از دنیا رفت. روحشون شاد. رضا داوود نژاد در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 1359 در یک خانواده هنری در تهران متولد میشه. ایشون مدرک دیپلم انسانی دارن و فعالیت سینمایی رو با بازی در فیلم های پدرش یعنی آقای علی رضا داوود نجا تجربه کردن. همسرشون قزل بدی ای خواهر مرحوم بازیگر اصل بدی هستند و هیچ فرزندی هم ندارن. خانواده رضا داوودنژاد نژاد نیاز به معرفی چندانی نداره چون که هر کدوم از اونها به نحوی عضو خانواده سینما و تلویزیون محسوب میشن و از این رو ما تک تک همه اونها رو میشناسیم. رضا تحصیلات خودش رو تا مقطع دیپلم تو رشته علوم انسانی ادامه میده و جزو بازیگرانی بوده که به دانشگاه نرفته. علی رزا داوود نژاد پدر رزا داوود نژاد کارگردان نویسنده و تهیه کننده است و یک خانواده کاملا هنرمند داره زهرا داوود نژاد بازیگری که این روزها نقش آفرینیش رو در سریال دفتر یادداشت مشاهده میکنیم خواهر رضا داوود نژاده رضای خانواده داوود نژادها تو سن 15 سالگی تصمیم میگیره به شکل مستقل و تنها زندگی کنه. و برای گذراندن امور زندگیش مشغول کار شیرنیپزی و آشپزی میشه. رضا یکی از بازیگرانی بود که این حرفه را از دوران کودکی و 6 سالگی شروع کرده بود. فیلم بی پناه اولین فیلم سینمایی رضا داوود نژات بود که در سال 65 به کارگردانی پدرش ساخته شد و رضا تا سن 18 سالگی به دلیل تمرکز روی درس و تحصیلش دیگه تو هیچ فیلم بازی نکرد. سال 77 رضا داوود نژاد در سن 18 سالگی با بازی در فیلم مسایب شیرین باز هم به کارگردانی پدرش به این عرصه برمیگرده و برای بازی تو این فیلم کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول در جشنواره فیلم فجر میشه و در واقع این فیلم نقطه اوج شهرت رضا داوود نژاد بود رضا به دلیل چاقی که داشته برای کاهش وزن خودش 8 سال رژیم بوده و در این راستا حتی به عمل بایپس میده یعنی کوچیک کردن میده هم پرداخته بود ولی متاسفانه این عمل جراحی مشکلات زیادی رو براش ایجاد کرد تا اونجایی که ایشون ناگهان دچار نارسایی حاد کبد میشن رضا 70 کیلو وزن کم کرده بود و حتی اون موقع شایع شده بود که لاغری بیش از حدشون به خاطر اعتیاده رضا بالاخره از یک مرد شیرازی که مرگ مغزی شده بودن کبدش بهشون اهدا میشه و متاسفانه به دلیل آرزه پیوند کبد در سن 43 سالگی در سینزای فروردین 1403 از دنیا میرن. روحشون شاد.